الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بیننده‌های معزز و گرامی برنامه معرفت الله تبارک و تعالی را سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم که توفیق عنایت لطف فرمود تا در محضر گرامی شما حضور یاب شویم امیدوار هستیم از مباحث و مطالب ماضیه مستفید و مستفیض شده باشیم عزیزان ما در مورد بیداری اسلامی صحبت را با شما عنوان کرده بودیم می رسیم در این بحث در مورد موانع و تهدیدات بزرگ در برابر بیداری اسلامی شما بدون شک و تردید بگراندی و خلفیهی از تعریف و انواع و اقسام و ای که چگونه بیداری به وجود میاد با خود دارید به اساس دو درس گذشته ما در جلسه حاضر به تهدیدات بزرگی در برابر بیداری اسلامی میپردازیم بزرگترین تهدید بزرگترین مانع بیداری اسلامی عدم تغییرات مثبت در باطن اکثریت امت اسلامی همون تغییری که قرآن از آن حرف زده است از آن یادآور شده است الله بزرگ می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم حق سبحانه و تعالی در حال هیچ امت و جماعت و ملت و قوم و افراد و جمعیت تغییر مثبت در ظاهر زندگیشان ایجاد نمی کنه حتی یغیر ما به انفسهم تا زمانی که این جماعت و ملت و قوم و افراد و یا فرد به تغییر مثبت کیفی در نظام باطنی و در نظام نفسیشان نکنه و نپردازد شما امروز میبینی که حالات باطنی اکثریت آحاد امت اسلامی مورد تأیید و مورد پذیرش ذات اقدس الهی نیست این حالات باطنی چگونه هست؟ در این بواطن اکثریت امت اسلامی شما صفات را از نفاق از پرستش هوا و هوس از ظلم و بیعدالتی و از انانیت و خودخواهی و تکبر و حسد و دیگر نپذیری نبود اعتماد را در نیاد در کردار و در اقوالشان پیدا میکنی و در اکثریتشان پس انسانها با موجودیت چونین حالت نفسی و باطنی مورد پذیرش مورد قبول و مورد حمایت ذات اقدس الهی واقع نخواهد شد ای وای سنت الهی است منتظر نباید بود که با چونین حالت حمایت خداوندی شامل چونین قوم میشه الله ذات یک صفتش الله الصمد است بی نیاز است پس سنت هایی که گذاشته است اگر با اون سنت ها قواعد ضوابط ما خود برابر نکنیم دقیقا مورد حمایت خدا قرار نخواهیم گرفت مثل که امروز شما میبینیم با همه بدبختی ها با همه
مشکلاتی که در جهان اسلام و در جهان بشریت عملا مشاهده میشه، الله مداخله نمی کنه. چرا؟ این مردم صلاحیت، ظرفیت، شایستگی و پتانسیل و لیاقت حمایت یا جلب حمایت خدا را پیدا نکردن. حتی یغیرو ما بی انفسهم، تا وقت اینها به نظام باطنیشان تغییر نتن، خدا اینا را مورد حمایت قرار نخواهد داد. و بدون شک و تردید بیداری اسلامی زمان واقع میشه و زمان متحقق میشه که ما به این حالت موجود تغییر بتیم. از چی راه؟ از راه تجدید نظر بر اساس رسیدن به یک جهانبینی دقیق و عمیق، یعنی جهانبینی که الله را درست از ذات و صفاتش تفسیر داشته باشه تا ما را با خدا مرتبط بسازه، از انسان به عنوان خلیفت الله بر ما تفسیر داشته باشه، عوامل خیر و شر را در انسان معرفی بکند، سمت و سوی انسان را تشخیص بکنه. این را میگه تجدید نظر بر شناخت. وقتی تجدید نظر بر شناخت آمد، بدون شک اعمال خود به خود سمت و سویش بر مبنای عقیده و شناخت دقیق و عمیق به اصطلاح استقامت درست خواهد پیدا کرد. پس اولین و بزرگترین و عمدترین مانع از موانع و تهدیدات در برابر بیداری اسلامی همانا عدم تغییرات مثبت در باطن اکثریت امت اسلامی. این تهدید را باید از راه تجدید نظر بر شناخت و عمل برطرف گردانید. نکته دوم، نبود ایمان کامل برای تحقق پیروزی مسلمانان. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما بزدل نشید، شما جبون نشید، شما غمگین هم نشید، و انتم الاعلون، در حالی که دست شما بلند است، اقتدار، عظمت، حاکمیت، عزت از آن شما هست. خوب، با یک شرط، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنین راستین، یعنی مؤمن باشید به معنای واقعی کلمه. اینجا قرآن شرط میگذاره، یعنی انتم الاعلون میگه ولی برایش مشروط قرار میده، ان کنتم مؤمنین. تا ایمان کامل به وجود نیاید، ایمان مورد تایید خدا، بناهن منتظر انتم الاعلون، دست بالا، دست عظمت، دست عزت، دست سعادت نباید بود. پس اینجاست که ما میبینیم عمده ترین علت شکست کلیه احزاب و حرکت های سیاسی، همانا خلای بصیرت و همانا خلای داشتن ایمان کامل بوده. این بزرگترین خلا بوده، با همه داشته هایی که از نظر تکنیکی، سیاسی، نظامی و فرهنگی داشتن، خلای بصیرتی و خلای ایمان کامل مسئله بزرگی هست که حرکت های سیاسی بزرگ را، حتی نهضت های فکری دینی را به شکست مواجه ساخت است. تا به این خلا نپرداخت، مشکل است که به بیداری واقعی اسلامی رسید، مشکل است که به اون شرط و مشروطی که الله در آیت ولا تهینو ولا تحزنو و انتم الاعلون میگذارد آدم رسید. و ما و شما در دروس گذشته به مراحل ایمان درس به خصوص داشتیم. ما صحبت را کرده بودیم که ایمان مراحلی دارد. اولین مرحلهش اقرار باللسان و تصدیق بالقلب است. از این که بالاتر و با فضیلتر مرحله، مرحله انجام دادن اعمال صالحه با ایمان، که در قرآن کریم 625 بار ذکر ایمان با اعمال صالح حیات شده است. مرحله سوم، تجدید ایمان دم به دم، نفس به نفس. ناظر، سارنوال، مراقب از درون برای انسان پیدا میشه که انسان مورد محاسبه قرار میده و وادارش میسازه که دم به دم ایمانش را تجدید کنه، نفس به نفس، دقیقه به دقیقه.
یا ایها الذین آمنوا آمینو، ای کسایی که شما ادعای ایمان دارید دم بدم ایمانتان را تجدید کنید. این مرحله سوم. مرحله چهارم ایمان، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسایی که شما ادعای ایمان میکنید تنها به این مسئله بازی خود ندین که ما اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کردیم، نه خیر، اتقوا الله حق تقاته، براستی از خدا بترسید، خدا را در خلا و ملا حاضر ببینید، در بزرگترین کار و کمترین کارتان، در بزرگترین برخورد موضیگیری و در کمترین موضیگیری و برخوردهایی که ظاهرا احساس میکنید کوچک است، خدا را حاضر ببینید. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. و بالاخره آخرین مرحله ایمان که اون را قرآن انشراح صدر میگه، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، که اون شراح صدر است که خدا نوری در این سینه می افگند و این نوری است که علما، مبصرین، مفسرین این را تعریف و تخصیص و توجیه نکردن. میگه نوری از جانب خدا در سینه انسان پرت میشه و گذاشته میشه. پس دومین علت بزرگ مانی از موانی و تهدیدات در برابر بیداری اسلامی، نبود ایمان کامل برای تحقق پیروزی مسلمان است. ما شاهد در این قرون اخیر به شکل پی در پی هستیم که مسلمین دقیقا و مطمئنا در ضعف ایمان به سر میبرند و این ضعف ایمان شده باعث از این شده که علما این را علت العلل پسمانی های اخلاقی انکشاف ظاهری و باطنی انسان ها قلم داد کند. یعنی تمامی پسمانی ها، تمامی ذلت ها و تمامی ناملائمات را که شما میبینین، علت عمده و ام العلل، مادر تمامی علت ها، ضعف ایمان و یا موجودیت ایمان ضعیف در انسان های کلمه‌گو و مسلمان است. حتی گفتیم که خلی بصیرت و خلی درک و درایت را در انسان ایجاد میکنه. انسان 10 بار از یک سوراخ گزیده میشه، در مرتبه 11 هم دستش دراز میکنه. پس اینجاست که وقتی ایمان کامل نبود، درایت نیست، درک نیست، تحلیل نیست، ارزیابی نیست، شناخت دشمن به تمامی معنا نیست، وسائل و نیرنگ های اون را درک کردن نیست، ایمان است که انسان را اینطور مجهز می سازه که با دیدن انسان آدم می فهمه که آدم گناهکار است. مثل عثمان غنی، شخص می همه گزناک با شما زناکار آمده است، کجا میگه؟ جز انشراح صدر، جز ایمان کامل، جز درک و درایتی که از طریق ایمان کامل برای انسان پیدا میشه. الله بزرگ این ایمان ما و شما را از حالت ضعف توفیق رفتن به سوی قوت لطف بفرمایه. نکته چهارم، از جمله عوامل و موانع و تهدیدات موجود در برابر بیداری اسلامی، بیسوادی و یا قطع رابطه اکثریت ملل مسلمان با دانش و سواد قرآنی است. خیلی فاجعه بزرگ است. اکثریت ملل مسلمان را شما تحلیل و ارزیابی بکنین، پیدا میکنین که با قرآن و با سواد قرآنی آشنایی نداره. حتی کسایی را که ظاهرا پروفسور، ظاهرا متخصص در یک بخش، ولی خدا حاضر است که قرآن در پیش رویش میگذاری، خوانده نمیتونه و ملامت نیست. چرا؟ این توطئه بزرگ شیاطین انسی، استعمار، کفر جهانی و کفر بین المللی و شیاطین جنی امرایش، این توطئه بزرگ است. یعنی شما امروز فاجعه بزرگ که قطع رابطه با قرآن، نبود شناخت با قرآن و سواد قرآنی، این مسئله عادی نیست که خود به خود تصادف آمده باشه، نه خیر، روی برنامه استعماری و استکباری. ما با شما نمیدانم که این حکایت را در جریان گذاشتیم یا نگذاشتیم. چرچل صدر اعظم بریتانیا بود، یک زمان عساکر خود جمع کرد، گفت او عساکر من، ما 200 سال با مسلمان ها جنگ کردیم، ولی نتیجه این شد که مسلمان ها فائق آمدن. یعنی به این معنا و به این تفسیر که ما نتونستیم رویارویی با مسلمین بجنگیم،
گفت چی باید کرد؟ هل من مخرج؟ آیا رای بیرون رفت است؟ تمامی اصلا گفت بله، یک راه است. گفت قرآن را از متن زندگی مسلمان ها باید دور کرد، تنها از قرآن نامش باقی ماند، رسم و رواجش باقی ماند، مفاهیم و روح قرآن را و ارزش های بزرگی که انسان می سازد، جامعه می سازد، آزاد منشی و عدالت مداری را در انسان ایجاد می کنه، این مفاهیم را باید دور کرد. با در نظر داشتی تعریف، بازم یکی از اساکر نفهمید، یک جل قرآن کریم البته در روز موجود بوده و می خیزه و پاره می سازش. این امپراتور و یا صدر اعظم میگه که انسان احمد، من نمیخواستم این گونه چیز صورت بگیره. قرآن خب ما مصاحفش هم بفرستیم برای مسلمین. منظور ما مفاهیم اصلی قرآن است. اکثریت قاطبی انسانهای کلمه گوی را باید از قرآن دور کرد. قرآن را باید نفهمند. از سواد قرآنی محروم بود. اعم از ذکور و اناث، اعم از مردا و زنا. بناهن گفت باید برنامه گرفت. از او خاطر ما آرزو میکنم از جوانا و روشنفکرای ما که یک کتابی از بنام پروتوکل های حکمای صهیون در روی مسائل را ذکر میکنه به شکل مفصل. باید برنامه گرفت برای مسلمان ها، سپورت و امثال ازیر برایشان اهداف تعیین کرد در زندگیشان. موسیقی را چنان باید رایج ساخت که تکسیوان در تکسی، زن در آشپزخانه و به اصطلاح محصل در گوشکی ها و هیچ کسی از این چیز نبوده باشه. شما عملا برنامه رو میبینین. به عوض از این که جامعه اسلامی ستاره های قرآن، ستاره های ساینس، ستاره های کمپیوتر، ستاره های در بخش های دیگری از زندگی داشته باشیم، علم و دانش و تخصص، نه خیر، باید ستاره موسیقی. یعنی چی؟ کدام کشور را جماعت موسیقی دانایش و اهل موسیقی که نامش را هنرمند مانده، که من موافق نیستم. هنرمند کسی است که ایجاد یک تغییر و تحول میکنه. هنرمند کسی است که این کمره را ساخته و توسط از ارتباطات را تامین کرده که امروز میشه ما با شما صحبت بکنیم از طریق صفحه تلویزیون. هنرمند کسی است که یک کار دیگر. این چه هنرمندی است که انسان چند کلمه از شهوانت و نفسانیت بگه و احساس بکنه من هنرمند هستم؟ نه خیر. خب این نام را هم استعمار گذاشت، هنرمند، ورنه نام اصلی شما و شما میفهمیم. خب من براتون شریک نمیسازم، خودتون میفهمین که اینا را چی میگفتن. بنان به میلیون ها دلار باید مصرف شوه به سر پروژه های شیطانی. عملا در کشور مسلمان ما عملا میبینیم این پروژه جریان داره. این کارهای بسیار دقیق، پلان شده، عمیق، از نظر تاریخی تسلسل داره. اینطور نیست که امروز و دیروز است، از نظر تاریخی تسلسل داره. پس اینجاست عزیزا که با قرآن دور شدیم و قطع رابطه ایجاد شد و یا از قرآن رسم و رواجمان، ختمای پنجشنبه و جمعه، تاویز نویسی، باز در سر کل بند کردن، امروز داخل تشنام رفتن، در گنبزای مسجد نوشتن، در داخل دیگ نوشتن، زیر دیگ برو بیا دیگ سخی جان است. قرآن به می خاطر آمده است. قرآن خود کتاب زندگی است. هدل للناس، هدایت نه تنها برای عرب ها و افغان ها و ترک ها، هدل للناس، هدایت برای کافه اولاد بشر. عرب ها چرا بزرگ شدن؟ به خاطری که قرآن در متن زندگیش بود. قرآن زنده و متحرک، قرآن مفتوح. چرا قائدین جهان شدن؟ حضرت عمر صاحب میگه کننا رعاة الغنم فاصبحنا بنعمت الاسلام قادة العالم. او وزرا او کابینا، ما چوپان ها بودیم، به نعمت اسلام خدای بزرگ ما را مبدل به قائدین جهان گردانید. از این جهت استعمار پروژه داشت از نظر تاریخی، داره و خواهد داشت. برای چی؟ برای دور ماندن مردم از کلام الله مجید، برای دور ماندن مردم از ارتباط با قرآن عظیمشان. از اون خاطر شما میبینی که اکثریت دوستا و عزیزای ما با وجود سوادشان، بی سواد خوب بگذار، با وجود سوادشان قرآن خوانده نمیتونه.
وقتی قرآن مطالعه نمیتونه ای باز چه قسم بفهمیشه، چه قسم بود عمل بکنه، چه قسم برش محور باشه که در حیات سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، روابط با دیگرها، با ملت‌ها، تنظیم زندگی، خانوادگی، تنظیم اجتماع توسط قرآن که نهایتش سعادت میشه، این باز که اراده میکنه، که ایره میارزش از ایره میدونه. پس بیسوادی و یا قطع رابطه اکثریت ملل مسلمان با دانش و سواد قرآنی فاجعه بزرگی و مانی بزرگی در برابر بیداری اسلامی. نکات دیگری هم وجود داره اما فرصت برنامه تمام است. امیدوار هستیم که الله بزرگ به این خلا کل مسلمین و مخصوصا چیز فهما، دعوتگرا، دعات الالخیر، دعات الالله را آگاه و بیدار بسازن و تمام مسلمین را به امید هدایت کافه اولاد بشر تا حضور و دیدار بعد که انشاءالله بتانیم به بقیه این تهدیدات بپردازیم. شما را به الله بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.